در عشق تو من تو هم تو من باش، یک پیرهن است گو دو تن باش. جان و همه آن تو شدم من، من آن تو هم تو آن من باش. یک رمز مگوی لیک چون گل، میخند خوش و همه دهن باش. گر گویندت که کافری چیست، گو عاشق زلف پرشکن باش. دیگه نبا چی میگفتن این پدر بزرگای ما؟ عطار نیشاپوری. گر گویندت که کافری چیست، گو عاشق زلف پرشکن باش. ور گویندت که چیست ایمان، گو روی ببین و نعر زن باش. ور کشتن تو دهند فتوا، در کشتن خود به تاختن باش. ور گویندت ببایدت سوخت، تو خود ز برای سوختن باش. در عشق تو من تو هم تو من باش. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان تلویزیون ایران. فردا آقای امیر درخشان عزیز برنامه رو هدایت میکنه، از سیمونه سپاسگزارم. برنامه جالبی داریم. همینان هم توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم. تو به گفتگویی در این برنامه خواهیم داشت. نگاه میکردم به مجموعه سلاحایی که داره به خاورمیانه فروخته میشه دیگه این چند ماه اخیر، یا سالی که سال تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه، 120 میلیارد دلار. 120 میلیارد دلار داره که گروه های سعی میکنن که از دستاندازی داعش به شهر کوبانی جلوگیری بکنن، داعش رو وادار به عقب پیشینی کنن. ناگهان در 1600 کیلومتری سوریه اون سو در لیبی اعلام میشه که شهر مهم به تصرف داعش در آمده. این شهر فاصله چندانی هم با اروپا نداره، یعنی با مرز آبی اروپا فاصله 320 کیلومتر بیشتر نیست. خب اینا همه نشان دهنده اینی که این ائتلاف بزرگ که به قصد سرکوب داعش و محو و انهدامش پدید آمد، کار عمده ای انجام نداده و کار خاکبرداری خاورمیانه کماکان ادامه پیدا کرده. حالا سرکله داعش در شمال آفریقا هم پیدا شده. بنابراین همینطور که ابوبکر بغدادی اعلام کرده، داعش قرار نیست که در سوریه و عراق در جا بزنه. نه، هدفش تصرف کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان سعودی و نمیدونم مصر رو، بنا به گفته خود آقای ابوبکر بغدادی، الجزایر و لیبی و از این قبیل. و بعد هم که اینها هدف اعلام شدهشون به اهتزاز در آوردن پرچم سیاه داعش بر فرق شهر روم، که شهر روم رو در واقع پایتخت جهان غرب قلمداد میکنن. خب و اینکه فرانسوی ها بالاخره اعتراف کردند که مجموعه اتباع فرانسه که در خدمت داعش هستند و در رکاب داعش شمشیر میزنند بالای هزار نفر و نشون میده که میزان قدرت و نفوذ داعش در کشورهای اتحادیه اروپا رو به فزونی است علی‌رغم همه تدابیر امنیتی که در اروپا به کار گرفته شد. خب اینا حوادثی که همه ما رو هم متاثر میکنه، مغموم، به خاطر اینکه ایران هم سرزمینی است در منطقه خاورمیانه. ولی اتفاقاتی که اخیرا در ایران افتاد، مثلا این حضور جوان‌ها بعد از درگذشت یک خواننده جوان، خواننده 33 ساله به نام آقای پاشایی، در خیابان‌ها، در میدان‌ها، در شهرهای کوچک و بزرگ هم ایران هم خارج از ایران و شهرهای مذهبی مثل مشهد یا قم، همه بشارت دهنده اینه که واقعا زیر پوست جامعه ایران یک آتش فشان در جریانه، یک آتش فشان نامرئی. نسل جوان با عبور از تمام خطوط قرمزها اثبات کرد که قادر هر زمان که اراده بکنه از تمام این خطوط قرمز رد بشه، تمام تابوها رو در هم بشکنه.
و باز اثبات کرد که به نسل غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی است. هم حکومت دچار حیرت شد، هم مخالفان حکومت در خارج از کشور باورشون نمیشد که امروز در ایران نسلی که تصادفاً در دامن همین انقلاب هم پرورده شده دارای ارتباطات عمیق قلبی و درونی با هم دیگر، هم دیگر رو درک میکنن، میدونن در چه موقعی باید همه در کنار هم باشن و چطور میشه اعلام حضور مشترک. این به نظرم یک بشارته. نگاه بکنید نقطه مقابلش در خاورمیانه، یعنی پیوستن جوانها به داعش، پیوستن جوانها به داعش، در حالی که در میهن و مملکت ما قضیه به گونه دیگری است. خب مهمان برنامه که مهمان که چه از کنم، صاحب خانه آقای دکتر اسماعیل نوریالا پیام عزیز. آقای نوریالا درود بر شما. سلام میکنم خدمت شما، بینندگان گرامی برنامه‌تون و همکار عزیزتون. دکتر نوریالا حیف هم میاد این مسئله رو با شما در میان نگذارم، این ماجرای حضور جوانها در حتی شهرهای مذهبی مثل قم، مشهد، در تهران، اصفهان، شیراز، همدان، جایی که ما اطلاع داریم، حتی دبی و در کشورهای خارج، به مناسبت در گذشت یک خواننده جوان همه رو متوجه واقعیت کرد که در ایران نسل جوانی وجود داره که غیر مترقب است، پیشبینی ناپذیره، قادر هر آینه که اراده بکنه تمام خطوط قرمز رو در هم بشکن. نظرتون چیه؟ عرض کنم که اتفاقا من مقاله جمعه گردی های این هفته من به همین مسئله اختصاص دادم. بله. من فکر میکنم که بار اولی هم نیست که این اتفاق افتاده. من یادمه که حتی مثلا در دوران جوانی ما مسئله تشییع جنازه بعضی وقتا معنای سیاسی هم پیدا میکرد، مثل مثلا تشییع جنازه تختی که اون موقع من جوان بودم و درش شرکت داشتم و یادمی که کیلومترها آدم جمع شده بودن و در اون مراسم شرکت میکردن. به هر حال به نظر من این اتفاقات خودجوشی که میفته میشه به انواع اقسام تعویل ها و تعبیر ها رو بهش داد، ولی آنچه که مسلمه اینه که این جوان ها آمدن که یک چیزی رو بیان بکنن. در طول این 30 ساله همواره این بیان ها به صور مختلفی سرکوب شده، ولی جوان ها راه خودشون رو به صورت های مختلفی پیدا میکنن و به نظر من به خصوص پس از سرکوب جنبش سبز در سال 88 و سکوتی که بعد از اون برقرار شد، رفته رفته این مسئله داره پیش میاد که به هر بهانه‌ای بتوانند بیایند به خیابون و اظهار وجود بکنند. شما نگاه بکنید که در مسابقات مربوط به مثلا فوتبال مردم سعی میکنند بیان بیرون و حضور خودشون رو در خیابون نشون بدن. حتی در موقع انتخابات اخیر مثلا پارسال ریاست جمهوری هم همینطور بودش، یعنی حتی همین مسئله تاسو و عاشورا هم که بود کاملا معلوم بودش که من یادمه که یک کتابی رو اوکتاویو پاز شاعر بزرگ مکزیک نوشته بود و منم ترجمهش کردم، ولی در همین جریانات انقلاب و اینها اونم خمیر شده از بین رفت، به نام هزار توی انزوا، و در اون توضیح میده که راجب روحیه مردم مکزیک صحبت میکنه. بله. و اینکه این مردم سرکوب شده ای هستند و بعد میگوید که اینها از هر اتفاقی برای خالی کردن خودشون استفاده میکنن، به اصطلاح اون کاتارسیسی که جامعه شناسان میگن
که آدم به یه بهانه ای بخواد بیاد بیرون به خودشو خالی بکنه. به نظر من این جریان مربوط به فوت این خواننده جوان مرتضی پاشایی یکی از نمونه های این قضیه بود که ببینید اگر بخوام مقایسهش بکنیم مثلا با مرگ سیمین بهبهانی و میبینیم که این اتفاق در اون موقع نیفتاد، این به این معنیه که سیمین بهبهانی ها هنوز در جامعه ما اونجور شناخته نشدند که سمبول یه جریانی بشه. ولی یه خواننده جوان خوشپوش 30 ساله وقتی که از دنیا میره، علاوه بر این که جوانهای مملکت ما خودشون رو با اون این همان به اصطلاح احساس میکنن، در این همامی اون وقت خیلی از چیزها رو بیرون میرزن. اگر که من یادمه مثلا اون وقتا صحبت این بودش که کسانی که میرن مثلا به روضه امام حسین و گریه میکنند، اینا پیش از این که برای امام حسین گریه کنند برای دردها و گرفتاری های خودشون هست که اشک میریزن. این حالا در یه اشل بزرگی داره اتفاق میفته و به نظر من نشانه این است که جامعه ما از یه پتانسیل شدید انفجار عرض کنم که برخورداره، که معلوم نیستش که این انفجار کی صورت بگیره، به چه صورتی انجام بشه. به نظر من با اراده‌ای که جامعه داره برای سرکوب کردن حرکات سیاسی، رفته رفته جوانان ما دارن راه‌های جدیدی رو پیدا می‌کنند برای ابراز وجود خودشون که نشه بهش انگ سیاسی زد. من قضیه رو مجموعه اینطوری دیدم. الان در ایران خب ما یک اقلیت حکومتگر داریم، این ور دیوار اون سوی دیوار نسلی که دیدیمش دیگه، حضورش رو در کوی برزن دیدیم که چه کردن، خیلی متمدنانه. به نظر ما با یک جنبش مدنی روبرو هستیم، یک جنبش بسیار نیرومند مدنی، تجربه‌ای داره از سیاست، تجربه‌ای داره از ایدئولوژی، تقریبا تمام اینها رو کنار گذاشته، دقیقا میدونه چی میخواد، یعنی سعی میکنه دوچار اون انحرافاتی نشه که بسیاری از جوانها در خاورمیانه شدند، راههای خطایی رفتن که متاسفانه عواقبش رو هم همه به چشم دیدیم. یعنی زیانی که مثلا بر سر بهار عربی کشورهای عرب تحمل کردن بنا به گزارشات رسمی بالای 800 میلیارد دلار، 800 میلیارد میگن، اگر غربی ها 400 میلیارد ریخته بودند و این دیون اینها رو تادیه میکردن و مشکلات از بین میرفت، کمک اقتصادی میکردن به این کشورهایی که دچار گرفتاری و مشکل بودن. و متاسفانه غربی ها دچار اشتباه شدن و بر سر انتخاب راه بدترین رو، یعنی انقلاب رو مثلا در مورد مصر انتخاب کردن، حسین مبارک بره بعد یک نیروی ارتجایی رو جایگزین او کردن که دمار از روزگار مردم داره. حالا دکتر رویال، وقتی که جامعه چنین وضعیتی پیدا میکنه مثل وضعیت امروز در ایران، یعنی همه چیز، یعنی یه تحرک خاموش و آرام و بی سر و صدا که ناگهان ناظر رو دچار شگفتی میکنه، خب فکر میکنید که چه اتفاقی در تاریخ میفته؟ چون من فکر میکنم ما سر پیچیم، نقطه عطف که میگن همینجاست دیگه. ببینید آقای مهبودی، روز به روز بر من این روشنتر میشه که من و شما یه اختلاف مختصری در دید خودمون داریم. من در این مطالبی که شما میفرمایید با شما کاملا موافق هستم، یعنی که یک آمادگی، یک پتانسیل بسیار بزرگی برای تغییر اجتماعی در داخل جامعه ما وجود داره. اما من سراغ ندارم لااقل در تجربه تاریخی که این گونه پتانسیل ها بدون داشتن تشکیلات و رهبری بتوانند تغییرات عمده و پایداری رو در جامعه به وجود بیارن. بنابراین من در اون سهمی که شما میفرمایید راجع به وجود این نهضت جوانی و اینکه خب از ایدئولوژی هم عبور کرده اند با شما هم نظرم، اما من فکر میکنم که همون تجربه
سال 88 هم این رو نشون داد که اگر که برای این آرزوها و آمالی که جوانان ما در این حرکت‌های خودشون نشون میدن که دیگه جنبه مذهبی نداره، شما نگاه بکنید که عزاداران مرتضی پاشایی در قم وقتی که میان توی خیابون دیگه شروع کار آواز خوندن دختر و پسر و ترانه های او رو میخونن. اما به نظر من تا موقعی که این نتواند یک راستایی پیدا بکنه، هر اتفاقی هم که بیفته نمیشه امیدوار بود که این اتفاق به ختم به خیر میشه. به نظر من همین بهار عربی که شما میفرمایید به نظر من به علت نبودن تشکیلات، نبودن رهبری و متفرق بودن نیروهای سکولار دموکرات، حالا منهای تونس که بعض دیگری داشت در بقیه این کشورها، منجر به این شد که وقتی وضع موجود که میشود گفت یک وضع موجود سکولار دیکتاتوری بود به هم خورد، آن نیروهایی که توانستند به لحاظ داشتن تشکیلات و رهبری بیان وسط و لااقل اراده معطوف به قدرت خودشون رو نشون بدن، این جریانات مذهبی بودن و جریانات سکولار دموکراتی که به نظر من جوانان ایران دنبال اون هستن. جوانان ایران توی همین این مراسم دارن به عرض کنم که حکومت دارن میگن که آقا ما میخوایم زنده باشیم، میخوایم شاد باشیم، میخوایم آواز بخونیم، میخوایم از شر امر به معروف و نهی از منکر خلاص بشیم. بنابراین آنچه که میخوان یعنی که یک جامعه امروزی متمدن سکولار دموکراتی که ما نمونه‌هاش رو در غرب داریم و میگن که ما چرا نباید اینو داشته باشیم، چرا باید در قرن 21 اسیر این حکومت عقب افتاده باشیم. اما این پرسش و اون پتانسیل به نظر من هنوز اون اسباب کامل رو برای متحقق کردن آرزوهای خودشون ندارن و در این مورد من واقعا کنجکاوانه دنبال این هستم که ببینم که خود این دوستان جوان ما چه راه حل‌هایی رو ارائه میدن. به نظر من اکثر راه حل‌هایی که داره ارائه داده میشه از طرف جوان‌هایی که به هر حال اهل نظریه پردازی و تشکیلات دهی هستن آن است که ما باید کار بلند مدت روی ملتمون بکنیم، حالا یا اینکه از لحاظ مسئله هویت، از لحاظ اینکه ما مثلا چه چیزهایی رو باید از هویت امروز خودمون خارج بکنیم، چه چیزهایی رو داخل بکنیم. به نظر من این پلان‌های بلند مدت با این نیازهای مبرمی که لپر داره میزنه در جامعه ایران با هم یه جایی متصل نمیشن و به این لحاظ است که من اغلب در این حالی که با علاقه تمام دنبال پیدا کردن این نوع جریانات و به هر حال همونطور که خود این جوان ها میگن، میگن نسل 57 باید بره کنار تا ما کاری بکنیم. نسل 57 الان کاری نمیتونه بکنه جز این که اتفاقا میدان بده به همین جوانان، ولی به هر حال در این وظیفه تاریخی رو نمیشه از عهده خودمون کنار بگذاریم که چالشوله های این قضیه رو لااقل به لحاظ تجربه عینی که داشتیم باهاشون در میون نگذاریم. خب به نظر من ببینید همین کافیه که یه نسلی در ایران اعلام میکنه آقا من از جنس این چیزهایی که این حکومت میگه نیستم، نه طرفدار یک نظام مذهبی افراطی‌ام، نه داعشم، نه من طرفدار موسیقی‌ام، دلم میخواد شبیه جوانهای امروز دنیا زندگی بکنم، من یه نظام سکولار میخوام جو که شما فرمودید. یعنی داره اعلام و حضور میکنه و به نظرم این خیلی به سود جامعه ایران شد و خب نشون دهنده اینه که یه گوشه از خاورمیانه تاریک رو این جوانها چراغونی کردن، خودش خیلی مهمه. اما برخی من نگران اینم که برخی تصور بکنن که اینا عناصری هم که ازشون میشه به عنوان سوخت ماشین سیاست استفاده کرد، این خطر وجود داره آقای نوری علایی عزیز. ببینید در مورد مصر هم که میگید که حالا
اینا فاقد رهبری بودن. چطور فاقد رهبری بودن؟ اخوان موسی سازمانی با 80-90 سال سن در دموکرات ها رو عرض کردن. بله من سکولار دموکرات ها رو عرض سکولاره. بله اینی که من تصور میکنم همینجاش خیلی کار بزرگی اینا انجام دادن، یعنی برای اولین بار حتی مخالفان حکومت هم واقعا باید اعتراف کنن که همه دچار شگفتی شدن، اصلا باورشون نمیشه که یک نسلی که به نظر میرسید خفته است یا پنهان شده یا قایم شده ناگهان سر برمیاره و اثبات میکنه که اونجا زیر پوست این مملکت یا آتش فشان قلیان و سر به اصطلاح جریان داره. 100% 100% من این حرف رو قبول دارم. من عرض میکنم به نظر من جوانای ایران میگه که ما همه کردیم کار خیش را، تو همه خواجه به جنبان ریش را. این بچه ها در حد اکثر توان خودشون دارن خواستهای خودشون رو به صور مختلفی اعلام میکنن. درست. مسئله در اینه که این چگونه میخواد، اگه به هر حال روز واقعی موقعی میرسه این حکومت به دلایل مختلفی ممکنه فرو بپاشه، ولی از ویرانه های این حکومت چی بیرون میاد مال بحث ماست. که آیا ما به همین چیزهایی که این جوان ها میخوان خواهیم رسید، یا از دلش یک حکومت سرکوبگر نظامی بیرون خواهد آمد، یه حکومت ایدئولوژیک دیگه ای جانشینش خواهد شد، یه حکومت چلبیواری به در ایران خواهد آمد؟ اینا همه مسئله است. یا اساسا این که استبداد مثل یه ماشینیه که اگر که به موقع این رو گریپاژش نکنیم و پیادش نکنیم این خودشو بازتولید میکنه. شما نمونه 57 رو نگاه بکنید، یک سال نگذشت که یک استبداد وحشتناک قرون وسطایی جانشین یک استبداد مدرن در ایران ما شد. به خاطر اینکه کسانی که انقلاب کردند هیچ نقشه‌ای برای جلوگیری از بازتولید استبداد نداشت. دکتر نوریالا این سال از دکتر لاکویی کردم، از دکتر نوریزاده هم کردم. در بین جمعیتی که در این مراسم حضور داشتن برای درگذشت این هنرمند فقید، شمار زیادی آدم های سال خورده و میان سال هم بودن در کنار جوان ها. اینا آمده بودن به شکلی جبران مافات بکنن، خودشونو گناهکار میدن در کاری که در مثلا در 57. و جالبه که من با یکی از اونا صحبت میکردم در ایران، اصلا ما این خواننده آشنایی نداشته، فرزندانش داشتن، اهل خانه همه جوان رو میشناختن، ولی این پیرزن و پیرمردایی که ماندن در کنار این جوانها شناخت زیادی از اون نداشتن، یعنی چهره معروفی نبوده. حالا اینا دنبال انگیزه بودن که بیان اعلام حضور بکنن، یا میخواستن به شکلی یک جوری جبران مافات بکنن در این چنین شرایطی در کنار فرزندان خودشون باشن، یعنی جوانهای اون مملکت. و نکته دیگه این که بسیاری از فرزندان هیئت حاکمه در ایران هم در این تظاهرات حضور داشتن و نشون میده که چقدر این نسل از حتی نسلی که امروز حکومت رو به دست داره فاصله گرفته و اصلا دیگه چسبندگی به تنه خانوادگی و دودمانی خودش نداره. میخواستم نظر شما رو جویا بشم. ببینید من نه در ایرانم نه مصاحبه ای کردم با این سالخوردگان شرکت کننده در این ماجراها، اما اگر که برگردیم به تجربه خودمون در سال 57 من یادمه که بسیاری از سالخوردگان اون نسل هم به خاطر بچه هاشون به خیابان می آمدن و می گفتن که خب بچه های ما که رفتن تو خیابون تن به خطر دادن، چرا ما در خانه بمانیم؟ اونها که پشیمون نبودند از کاری که قبلا کرده بودند، ولی این همراهی رو انجام میدادند. به نظر من این تبع اجتماعی وقتی که شعله ور میشه دیگه پیر و جوان نمیشناسه، همه رو در بر میگیره. در ایران امروز هم من چنین چیزی رو میبینم. در این حال مگر میشه منکر شد که در همون انقلاب 57 هم فرزندان بسیاری از هیئت حاکمه هم در همون تظاهرات شرکت میکردن؟ من چندین دوستی داشتم که فرزندان مثلا تیمسارهای خیلی بالای ارتش بودن.
و اینا می آمدن تو خیابون هر روز، عرض کنم که تظاهرات میکردن. بسیاری از جوانانی که بعد از نسل من آمده بودن به سازمان برنامه، من میدیدم که اینها همه عرض کنم که دنبال این کار هستن. بنابراین وقتی که در مرحله اول یه حکومتی به اندراس میرسه، دیگه چیزی نداره عرضه بکنه جز اسید پاشی و نمیدونم چاقو کشیدن و تو سر مردم زدن، خود به خود تمام اقشار جامعه به یک صورتی در جشن فروپاشی اون شرکت میکنن. من لزوما مسئله پشیمانی رو در این قضیه نمیبینم. من فکر میکنم که تعداد پشیمانان هم اگر بریم باهاشون صحبت بکنیم، فکرشون اینه که ما پشیمانیم چرا از خمینی حمایت کردیم، وگرنه از شرکت در یک انقلاب خواستار استقلال و آزادی من فکر نمی کنم کسی پشیمان شده باشه. دوستان ریالا، یه نکته باز جالب این که بعد از این ماجرا گفتی اسید پاشی، بعد از اسید پاشی ها و بعد از حضور آقای نقدی و بسیج و بعد اعلام این که بسیج 22 میلیون عضو داره بود که نشون میده که اینا عدد و رقم هم نمیشناسن. جالبه الان اگه شما با ایران صحبت بکنید، از اون زمان که فشارها بیشتر شده خانوم ها آسیتر شدن، یعنی بی حجابی دیگه بیداد میکنه، دیگه هیچ کس حتی حجاب معمولی خودش هم رعایت نمیکنه. و این نشون میده که واقعا این دیگه ماشین رعب و وحشت هم دیگه کار زیادی از دستش ساخته نیست. دو دقیقه وقت داریم، سرافا گوشم. بله، من داشتم یک مصاحبه رو با یک خانم کردی در شهر کوبانی که اسلحه به دست گرفته بود و با داعش می جنگید می خوندم. اسم خانم بیجن بود. عرض کنم که ای او می گفتش که ازش می پرسید، خبرنگار فرنگی ازش پرسیده بودش که شما چرا وارد این کار شدید و دست به اسلحه بردید؟ اون می گفتش که ببینید، من از جنگ بیزارم، از آدم کشی بیزارم، از همه این حرفا، ولی داعش تکلیف خودشو با ما بالاخره روشن کرده. ما میدونیم که یا باید کشته بشیم یا اسیر دست اینا بشیم و اینا هر تجاوزی رو به ما اعمال بکنن. در نتیجه ما هم زدیم به سیم آخر. من فکر میکنم در یه درجاتی این وضعیت داره در ایران هم پیش میاد، یعنی از هر راه مسالمت آمیزی که مردم ایران و به خصوص خانوم ها با این حکومت راه آمدن، به نظر من با بنبست و ناکامی برخورد کرده. شما نگاه بکنید که در همین فاصله یک ساله چقدر علیه زنها اقدامات صورت گرفته است، از اینکه نمیدونم دارن حجاب و اجرا میکنن، امر به معروف رو دارن تشدید میکنن و عرض کنم که میخوان برخی از درس های علمی رو از دبیرستان های دخترانه بردارن که دخترها زودتر دیپلم بگیرن و برگردن برن خونه هاشون. یکی از این آخونده گفته بودش که حالا مثلا این معادلات انتگرال ریاضی رو خانوم ها ندونن چه عیبی داره، همینقدر که بتونن یک دو سه رو بشمرن مثلا کافیه. و اقسام این مطالب رو، این که میخواهند که تعداد خانوم ها رو در ادارات دولتی کم بکنن، هیچ نوع امتیازی نمیخوان برای مثلا مسئله ورزش و غیره و غیره بدهند، اینها نشانه اینه که، و بعدم مسئله اسید پاشی دیگه اوج خودشه، نشانه این است که ما داریم میریم در داخل جامعه جوان خودمون به سوی سیم آخر. سیما همینجا رو داشته باشید، به سوی سیم آخر هم یعنانم دوبار نکنی گفتگوی جالب با همیشه آموزنده، همیشه جالب برای من گفتگو با دوست عزیز ادیب نویسنده و منتقد آقای دکتر اسماعیل نوری. بدون ریالا خیلی سپاسگزارم. خیلی متشکرم. قربان شما. تا دیدار دیگر. تا دیدار دیگر.